عرض سلام و چطوری دارم خدمت شما امیر آرشام هستم، با یه قسمت دیگه از توییت ریاکشن در خدمتتون هستیم. آقا ابی معذرت خواهی کرده، دیدید؟ کلی دلبری کرده، دیدید؟ بریم ما هم دیگه ببینیم، برای اونایی که ندیدن و بشنویم بریم چی گفته. اجازه بدید بذارم. برو بریم. سلام به هموطنان عزیزم و سلام به ایران عزیز که سالهاست خاکش را هم لمس نکردم. اوائل نوروز گپی خودمانی داشتم با ایندیپندنت فارسی که بسیار حاشیه ساز شد. منتظر شدم که کنسرت های نوروزی تموم بشه، همه ما کمی آروم بگیریم تا خودم با شما درد دلی داشته باشم. من تو این گفتگو از جمله اشتباهی استفاده کردم. جمله من سیاسی نیستم کاملا اشتباه بود و همینجا از همه دوستان و هموطنانم از صمیم قلب عذرخواهی میکنم. آفرین، دیدید؟ عذرخواهی کرد به خاطر اینکه گفته بود من سیاسی نیستم، به خاطر اینکه خلیج فارس رو چیز کرده بود. عذرخواهی میخوام در ادامه شب بکنه، ولی به خاطر اینکه گفته بود من سیاسی نیستم عذرخواهی کرد. آفرین. یعنی اونایی که مثلا فکر کردید که من این حرفو زدم مبادا اینکه یه وقت شما هم سیاسی نباشید، نه، شما هم سیاسی باشید. بهش گفتم بابا چیکار کردی، این چه حرفی بود زدی؟ الان دیگه ما نمیتونیم به فلان خواننده بگیم کنش سیاسی از خودت نشون بده. یا آقا ابیو ببینید سیاسی نیست، منم دیگه سیاسی نیست. چه حرفی بود زدی؟ بابت این اومد عذرخواهی کرد که ببخشید من گفتم سیاسی نیستم، من سیاسی ام. شما هم سیاسی باشید، هر جا راه داد یه حرفی بزنید، حالا نمیدونم اطلاعات دارید ندارید. ادامش. عزیزان من، بله، همیشه با شما صمیمانه خودمونی حرفم رو میزنم. بعضی وقتا هم روی کلماتم دقت نمی کنم، به همیشه فکر می کنم شماها من رو بهتر از هر کسی می شناسید. خیلی خوب می شناسید، مخصوصا این اواخر که خیلی خوب شناختی، مثلا عالی شدی. مثلا می دونم شما با نگاهی به کارنامه من کاملا متوجه آثار سیاسی، اجتماعی و ملی که من با افتخار اجرا کردم هستین و همین تبعید اجباری که 40 و اندی سال من رو از شما جدا کرده یک دلیل بسیار بسیار مهم برای سیاسی بودن من هست و مطمئن هستم این خطای من رو میبخشید. قول نمیدیم که میبخشیم یا نه، نمیدیم، باید فکرامون رو بکنیم. بابا قبلا هم گفتیم الان هم میگیم اگه این انقلاب نشده بود و حکومت عوض نشده بود که شما الان خدایش نون نداشت بخورید. به این بهونه است که میایید دور ایران کنسرت میذارید، پولا رو جمع میکنید. اشکال. ادامش زود قضاوت نکنیم، شاید معذرت خواهی کرده از خلیج فارس. خاطر خلیج فارس نخوندنش. ماجرای اجرای ترانه خلیج فارس هم دوباره مطرح شد. این ماجرا هر چند سال یه بار مطرح میشه و بین من و شما تشنج ایجاد میکنه. ما در کشور خودمون نمیتونیم دیدار داشته باشیم و مجبوریم در کشورهای همسایه ملاقات کنیم. نشد. ببین سامان اومد اینجا، نتونست مجوز کنسرت بگیره، برگشت رفت. حبیب اومد اینجا، نتونست مجوز کنسرت بگیره، موند. این حرفا کلیشه‌ای شده آقای، دروغ نگو. بخوای بیای ایران هیچ مشکلی واسط پیش نمیاد. کمپین نه به جمهوری اسلامی هم حمایت کن، هرچی هم دلت میخواد به جمهوری اسلامی بگو، خرجش یه سفارت رفتنه، برو سفارت ببین شاکی داری یا نه. برگردی اینجا تو بدترین حالت واسط اتفاقی که میفته اینه که کنسرت نذارن اجرا کنی. برگرد طرفداراتو 6 ماه یه سال ببین، برو دوباره بیرون کنسرت بذار. اونم به خاطر اینکه اینجا شاید به این آهنگ مثلا لباتو چشاتو اینا رو این کارا رو باش بکنم و اینجا اینا مجوز ندن، اونم به خاطر همین آهنگات واسهشون مشکل داره. اینا این ادا اصولا رو در نیار. این
هر بازیگر دیگه ای، هر خواننده دیگه ای، کسی دیگه ای گفت نمیتونم بیام ایران به روز وسوق، کسی دیگه اینا بدونید حرفشون معتبر نیست. من سالها پیش تصمیم گرفتم که برای دیدن شماها به قوانین این کشورها احترام بذارم. هم خودم سالهاست برای این تصمیم صدمه دیدم و هم عده‌ای از شماها رو دلخور کردم. نمیدونم این تصمیم درست بود یا غلط، ولی من همیشه به قلبم گوش کردم و اینجا قلبم اول شما رو انتخاب کرد. من دوم پول شما رو، شما رو که نمیشن، پول شما رو انتخاب کرد. آوری بار کرد ما قضاوت نکنیم، اجازه بدیم در ادامه شاید معذرت خواهی بکنه. دنبال یک دنیای بدون جنگ هستم و امیدوارم که شما دوستانم هم با من هم نظر باشیم. بله هست. از طرفی اعتقاد دارم حفظ تمامیت ارضی هر کشوری به عهده حکومت اون کشور هست که متاسفانه حکومت فعلی ایران رو به حراج گذاشته. آخ این راست میگه، دادیم به چین رفت، 25 سال فروختیم به چین، 20 سالم که فروختیم به روسیه، کلن حراج گذاشتیم ایران. خیلی مبلغم پایین، عدد یه چیز 78,000 تومان تو این ماه، ولی در نهایت باید بگم که این حساسیت شما به من ثابت کرد که همچنان نقش بسیار پر رنگ و وظیفه خطیری بر عهده من هست و این باعث افتخار منه. باعث افتخارت؟ قضاوت نکنیم، شاید هنوز مونده، شاید معذرت خواهی بکنه. الان ببینیم، من ابراهیم حامدی کوچیک شما با عشق و شور و نفسی تازه در کنار شما، هم میهنانم گهواره تمدن ایران بزرگ را به ساحل همیشگی خلیج فارس خواهیم رساند. قربون شکل ماه همتون، عاشقتونم از اینجا تا قلب تک تکتون. چرا معذرت خواهی نکرد؟ خلیج فارس رو نخون دیدید؟ خیلی زرنگه. و این کلیپ داره دست به دست میچرخه به اسم معذرت خواهی ابی به خاطر نخوندن خلیج فارس. کجاش معذرت خواهی کرد؟ پر رو اومد گفت بازم همین آش و همین کاسه هست، به خاطر اینکه بیام شما رو ببینم اونجا نمیخونم خلیج فارس رو، شما رو ببینم. شما کی؟ مثلا بیژن، داوود، مسعود، توی نه بلیتایی که فروخته میشه یا اونا رو بگیرم بازم نمیخونم خلیج فارس رو. معذرت خواهی به خاطر اینکه سیاسی گفت نیستم کرد. خیلی واقعا آدم از این رو این رو واقعا دگرگون شدم. من عاشق ابی شدم شخصا، علاقه شدیدی بهش پیدا کردم. بریم سراغ ادامه برنامه که کیه؟ خانم المیرا شریفیه، مجری خوب تلویزیون که خیلی ایشون شخصیت محبوبیه توی بخش شبکه خبر و برنامه چاپ اولی که داشتش و اینا، یه حاشیه براش پیش اومد این اواخر سر ماجرای مشهد که به بانوان بلیت فروخته شده، اون اتفاق براش پیش اومد. ایشون اومد یه توییتی زد که فیفا هنوز بیدار نشده، که بیدار بشه چی میشه. اومدیم اینجا بهش پرداختیم که خیلی از مخاطبا بهشون برخورد که خانم شریفی فیفا بیدار بشه که چی بشه، فوتبال ملی رو تعلیق بکنه بعد این همه اتفاق واسه خوشحالی مردم جلوش گرفته بشه، این همه فوتبالیست محروم بشن و بقیه اتفاقات بعد، که ایشون اومد خودش نوشت من منظورم این نبوده و این حرفا، یا یکی دوتا واکنش دیگه باز هم نسبت به فروش بلیت برای بانوان قبلا نشون داده بود که نمیتونید یه بلیت بفروشید، میخواید مشکلات کشور حل کنید. و به خاطر همین یه حاشیه پیش اومد، یه خبرنگار اومد نوشتش که ممنوع تصویر شدن خانم المیرا شریفی. و در فضای مجازی واکنش های مختلفی نشون دادن، خیلی اومدن گفتن خب چه بهتر،
چرا؟ چون ما رفتیم به این خانم اعتراض کردیم، ما رو بلاک کرد. این بلاک کردن رفتار خوبی نیست. و خب حمله های خیلی شدیدی هم بهش شده بود که به حقم نبود و یه سری زود احساساتی میشن، سری واکنششون میدن. از هم هم نمیشه توقع بالا داشت، ولی از این خانم ما این توقع رو داشتیم. موقع هم گفتم که اینا بنده خدا جای اشتباه ندارن. این اومدم اون سری گفتم مثلا یه شخصیتی مثل سعید حدادیان، بقیه افراد اینا فرصت اشتباه ندارن. و خب حالا خودش اومده چی نوشته در رابطه با این خبر؟ نوشته که آقا ترم چهارم مقطع دکترای علوم ارتباطات وقت گرفتن مرخصی و زمان برای کسب آمادگی برای شرکت در آزمون جامعه است، برقرار باشید. و دلیل این که من نیستم اینه و این مرخصی رو گرفتنشون. صدا سیما هم باید حواسش به سرمایه‌هایی که برای خودش فراهم کرده باشه. و ما اینو باید یادمون باشه که آقا این اشخاصن که مدیون تلویزیونن، نه برعکس. اینا هن که مدیون صدا و سیما هن، از این بابت آبرویی کسب کردن، محبوبیتی به دست آوردن. خانم المیرا شریفی که واقعا هم یه شخصیت محبوبه، حالا امیدوارم که اصلا این اتفاق نیفته و دوباره برگرده به صدا و سیما. آقای حیاتی بودش و خب اینا اگر اصرار نکنن به اشتباه خودشون قطعا برمیگردن و اتفاقای خوب میفته، یه سری اخبار تولید میشه. من یهو جوش میارم چون از جزئیات اینا خبر دارم. میان مثلا میگن سروش ساعت ممنوع تصویر شد، وای به خاطر روشنفکری سروش ساعت گذاشتن کنار از کتاب باز. بینی و بین الله، شما کدومتون کتاب باز میدیدید؟ مهمونای کتاب باز اصلا کیا بودن تا حالا؟ کدومتون؟ کامل نه، 50% این برنامه رو دیدید که اینجوری شروع کردن در فضای مجازی. میان میچسبونن به عادل فردوسی پور. آقا عادل فردوسی پور رو من به خاطر وقتی که گذاشتم و دقیق بررسی کردم میدونم جریانش از چه قراره. اصلا با اینا زمین تا آسمون فرق داره. نمیخوام اینجا باز کنم. من خودم یکی از طرفدارای پرپاقرص 90 بودم. شما نمیدونید باشگاه 90 تا یا چیه. خیلیاتون نمیدونید 90 درجه چیه. ولی ما با اینا زندگی کردیم مدت‌ها. شما رو نمیگم، اونایی که میان این حرفا رو میزنن و میچسبونن به هم دیگه، سریال وار درست میکنن، عادل فردوسی پور جدید، محمد رضا پهلوی. خودش اومده گفته آقا جریان اینه، مرخصیه ماجرا. بریم سراغ ادامه برنامه و اجازه بدید کاربر بعدی کیه چی نوشته. اینم یه کسی که اومده یه چیزی نوشته، بریم با هم دیگه بخونیم. نوشته که اطلاع دقیق پیدا کردم که همسر، فرزند و داماد محمد باقر قالیباف در سفر به استانبول دو واحد آپارتمان به مبلغ 40 میلیارد تومان در مجتمع لوکس اسکایلند در محله ماسلاک خریدن. اسکایلند که روبروی جنگل‌های بلگراد و کنار فروشگاه گالاتاسرای، ورزشگاه گالاتاسرای، جزو گرانترین مجتمع‌های استانبول. هشتگ سیسمونیگیت. او نه خیر داداش، بنده خودم اطلاع دقیق دارم که آقای قالیباف همسر و دختر و دامادش کل این مجتمع رو خریدن، به علاوه 14 مجتمع تجاری دیگه به نیت 14 معصوم در جاهای مختلف ترکیه تهیه کردن و خیلی هزینه بیشتر از 40 میلیارد تومان بوده. 4000 میلیارد تومان بوده. بله خبر نداری، من بهت بگم اینقدر پول خرج کرد. ولی خب شما اگه سند نشون دادی برای این حرفایی که زدی، منم سند دارم و نشون میدم. کنتور که نمیندازه، میگیم دیگه. چرا دوتا؟ کلشو خریده. 14 تا که سهله. 124 هزار تا مغازه اونجا به نیت 124 هزار پیغمبر خریدیم. بگیم دیگه. چرا اینطوری چرت و پرت علکی میگی؟ چرا دروغی؟ چرا شایعه میکنی؟ همینجوری میایید میگید دیگه. وحید اشتریان وای رفته پستونکیشه سیسمونی هم از ترکیه تهیه کرده. تو دیدی پستونکو؟ منم شنیدم کلی پوشکو نمیدونم جغجغه برای سیسمونی رو بوده. اصلا اضافه بارش به خاطر حجم زیاد پوشک ها بوده. بابا بس کنی، نگید تو رو خدا اینقدر چرت و پرت ننویسید. همین ها رو می نویسید که الان
میان این بر قضایای مهم کشور میره کنار، همه میچسبن به سیسمونی. بریم در ادامه ببینیم چی نوشتن. و خب میاد توییتشو پاک میکنه مثلا وحید اشتری. این حرفا چقدر واقعا اعتبار داره که میاید مینویسید؟ بریم سراغ کاربر بعدی که چی نوشته. نوشته روسیه داره اوکراین رو میزنه، در فلسطین اوضاع بکش بکشه، به اوضاع بکش بکش شدت گرفته. وزیر دفاع چین گفته تایوان بخشی از چینه، یمن هم که نگم برات. اون وقت بی بی سی برای ما ویژه برنامه گذاشته ابعاد فاجعه خرید کالسکه توسط دختر قالیباف از ترکیه رو بررسی میکنه. زیبا نیست؟ واقعا زیباست، راست میگه. اینه الان موضوع شده کالسکی و پوشک و پستونک و از این حرفا. و خب چرا این اتفاق میفته؟ جناهای مختلف چرا میان اینجوری حمله میکنن؟ میبینن آقا کسی رو ندارن هم وزن خودشون تو جناهشون اندازه قالیباف باشه و خب واقعا خطر احساس میکنن از نظر اینکه قالیباف داره چه کارهای خوبی تو کشور انجام میده و وقت تخریبشه. الان موقعشه که این شخص رو خراب کنیم، همه نگاه ها رو ببریم اون بر. در ادامه چه اتفاق میفته؟ بریم با هم دیگه یه ویدیو ببینیم. از کی؟ از تجمع معلم ها در 1401 ترکوندن. اولین تجمعشون رو بریم ببینیم. اجازه بدید. نسیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه، نسیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه. میبینید یه سیسمونی حل بشه مشکل ما کم میشه. سیسمونی رو رها کن، فکری به حال ما کن. بله، منم دو تا شعار دیگه میدم داشته باشید برای تجمع بعدی. سیسمونی سیسمونی ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. نه سیسمونی نه گهواره بچسب معلم آواره. نه چرت و پرت بدون قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. یعنی همین که شما عقل اگه داشته باشی واقعا این شعار یکی گفت دومیشو نمیگی که یه سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه. سیسمونی مگه چنده آقا؟ یه دونه کالسکه مگه چنده؟ یکی نبوده اون وسط آز بده بگه آقا یه لحظه وایسید معلمای عزیز مسخره بازی در نیارید، سیسمونی مگه چنده که یه دونه سیسمونی کم بشه مشکل ما حل میشه؟ 10 تومن 50 تومن 100 تومن 200 میلیون تومن 300 میلیون تومن یه سیسمونی کم بشه مشکل شما که رتبه بندیه حل میشه، مشکل شما که بقیه چیزایی که نمیدونم اصلا به شما ارتباط پیدا میکنه که مطالبهش راه انداختید واقعا حل میشه؟ نه، اونجا واقعا آدم بهش بر میخوره که یه همچین افرادی با یه همچین ضریب هوشی که اونجا اینا توی اصفهان جمع شده بودن، معلم های اصفهان این شعار رو دادن، قرار فردا بچه های آینده این کشور رو تربیت کنن. یه سیسمونی کم بشه این نشه. آخه واقعا به آدم بر میخوره. و این معلم ها هم یه سری افراد سودجویی که قبلا اسم بردم، یکشون آقای محمد حبیبیه. واقعا من چهرم اینجا دارم نشون میدم، این شخص معرفی میکنم، یه کانال تلگرامیه به اسم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. اسمو ببین چه دهن پر کنه. مخاطباش کیان؟ همه معلمان. این فرد و این کانال تلگرامی داره این تجمع رو ایجاد میکنه. بعدش چی میشه این تجمع؟ این آب خوردن امنیتی میشه. الان سازماندهی شده ترین تجمع بین اصناف تجمع معلماست که داره شکل میگیره. چه اتفاقی میفته؟ روز به روز تعداد بازداشتی‌ها میره بالاتر. همین الان توی تجمع شعار میدن معلم زندانی آزاد باید کرد. این معلم زندانی چطوری درست شده؟ تو همین تجمع ها چند تاشون اومدن فلان حرکت انجام دادن رفتن بازداشت. حالا تا از بازداشت در بیاد تجمع بعدی شکل گرفته، عکس این اومده بیرون. همین الان دیروز چند نفر دیگه به این تجمع به این افراد اضافه شدن. خب در آینده چه اتفاقی میفته؟ از همیناست که افراد میان بیرون
بعدم میرن زندان چپ و راست بیانیه میدن، چپ و راست بقیه اتفاقات میفته، واسه کشور هزینه درست میشه. خب جلو این حالا ما میگیم قوه قضاییه داره فلان زندان ها رو خالی میکنه، داره با رفعت با فلان ماجرا برخورد میکنه، این کارا خوبه باشه، میگیم که آقا کمپین نظر شخصی منه، کمپینی که واسه فائز هاشمی را افتاده این یه کمپین دو سر طلا، آقا اینا من بگم کمپین به حد نصاب برسه، میگن کار تندروهاست و سپاه سایبری های سپاه و بقیه اتفاقات که بعدم حالا برخورد بشی تیتر یک میشه فلان و بقیه ماجرا که تو ویدیو قبلی گفتم، کمپین به حد نصاب نرسه امضاش میگن جمعیت حد اقلی، شما همین تعدادید، شما به این تعداد نرسیدید که فائزه رو محکوم کنید، اینه که مشکوکه میگن ماجرای را انداختن این کمپین رو کی را انداخته. شما میتونی بری توی فارس من یه شماره موبایل وارد کنی کمپین را بندازی، بعد کمپینت و لینکش رو تبلیغ کنی برام، یه درم یالا تشویق کنی به این که برن تو این کمپین. نظر شخصی من ها، خیلی ها موافقن آی باید برخورد بشه فلان بشه، نمیدونم، خیلی جا دارن سنگین حمایت میکنن، این نظر من که به نفع کشور نیست. چرا؟ چون مورد امنیتی نشده، این مورد امنیتی شده، شده نه اینکه میشه، شده تجمع اینا امنیتی شده. بریم سراغ ادامه برنامه. کاربر چی نوشته؟ نوشته بانک جهانی گزارش میکند دو نقطه اقتصاد ایران بی سر و صدا در حال خروج از رکود است، اقتصاد ایران به بهبود تدریجی خود که از اواسط سال جاری آغاز شده است ادامه خواهد داد. حالا این وسط رسانه های اصلاح طلب هر روز از بدتر شدن اوضاع گزارش میرن. بله اصلاح طلب که رسانه‌هاش که داخلی هن، خارجی ها که بیشتر مخاطب هم دارن و خب باید یه ذره زمان بدیم که اتفاقات خوب در جریان داریم میبینیم، اینا رو تو اخبار داریم رصد میکنیم، ولی خب زمان بره اینا بخواد تأثیر خودشو بذاره در حدی که تو سبد معیشتی مردم اتفاق خوب بیفته، آقا زمان بره، تعارف که نداریم ما هم دیم. بریم سراغ کاربر بعدی که چی نوشته. نوشته تفاوت انقلابیون با براندازا و اصلاح طلبا دقیقا همینجاست، ایران اینترنشنال هیچ وقت از جنایت سعودی نمیگوید، اصلاح طلبان هیچ وقت از خطای مسئولین اصلاح طلب نمیگویند، یه انقلابی هر کجا هر مسئولی در هر سمتی که باشد و خطا کند طرف حق را میگیرد و شفاف انتقاد میکند، زنده باد انقلابیگری. این واقعیته، زاکانی اومد اون حرکت رو کرد، همه کیا بهش حمله کردن؟ اولین نفر خود همین انقلابی ها، خود همین کسایی که بهش رأی داده بودن و بقیه اتفاقات، همین ماجرای آقای قالیباف رو کیا اومدن؟ خیلی اومدن آقا انتقاد کردن که چرا این اتفاق افتاد، ولی اصلا حالا کلن اینو میگم یه کالسکی اومده، یه کالسکی و یه خیلی اتفاقات هست که در پشت پرده ما نمیدونیم. الان اینجا یه سری حرفا رو آدم میدونه ولی نمیتونه بگه. بریم سراغ ادامه برنامه. و خب این که اصلاح طلبا نمیگن، این همه این واقعیت، اصلاح طلبا نمیان بگن که شهردارشون رزرو کرده بود کل رستوران رو به خاطر اینکه 7 8 10 نفری بشینن با هم دیگه غذا بخورن و ادامه ماجرا. چه کسایی از خودشون چه ریخت و پاشایی میکنن، چه کسایی هنوز بچه‌هاشون خارج از کشور دارن چه کارایی میکنن. بریم سراغ کاربر بعدی که نوشته نبود قطعات یدکی پله برقی به دلیل تحریم از زبان سخنگوی شورای شهر و اما تیتر رسانه اصلاحات زاکانی بالا رفتن از پله ها را به تحریم گره زد. آقایان جریان تحریف یادمون نرفته از زبان رئیس جمهور اصلاحاتی شنیدیم آب خوردن مردم به تحریم ربط داره. گرفتید چی شد؟ آقا پله برقی ها خرابه و قطعاتش نیست، به خاطر تحریم هم نشده وارده کشور بشه به تعداد زیاد. زاکانی نوشته که زاکانی بالا رفتن از پله برقی های تهران را هم به تحریم ها گرفت. اینجوری اینا خبر میده. بریم سراغ این که ما تو مخاطبامون بعضی ها اصلاح طلب داریم. آقا ببینید خداییش میاد می نویسید که همه اصلاح طلب ها فلان نیستن. خب ببینید آقا این اصلاحات نیوز یه کاربر بعدی چی نوشته؟ کاربر نیست، کیه؟ این شبکه است، نماد این شبکه در این برنامه. ببینید تا
تازه این خیلی قابلیت بیشتری داره، بعدا اشاره میکنم بهش. نوشته که حمل دستی پهباد پشت واند در رژه ارتش با حضور رئیسی. وای خدا آبرمون رفت، دید چی شد، چه افتضاحی به بار اومد تو رژه. یعنی یه پایه نمیتونستید برای این پهباد درست کنید که یه نفر وای نسته اونجا این پهباد بگیره دستش؟ خیلی مایه آبروریزیه واقعا، که بد شد واسه جمهوری اسلامی. همینه، این شبکه همین چیزها رو با همین سطح اطلاعات به خورد مخاطباش میده، نمیگه که آقا، نمیدونه که این پهباد از سری پهبادهای دست پرتابه، بهش میگن مینی پهباد، اینا لانچر نمیخواد، اینا رو میگیری دستت یه ذره میدوی ول میدی رو هوا، خیلی ریزه، رادار گریزه، خیلی هم تیزه، جر میده، حواست نباشه بیای خبرش اینجوری بزنی آبرود میره. این شبکه در این حد اطلاعات داره و واقعا تعطیله، جدی دارم بهتون میگم. چرا؟ به خاطر اینکه در برنامه قبلی هم من اشاره کردم، مخاطبامون که از قدیم ما رو همراه میکنن میدونن این خبرگزاری به اسم خبرگزاری به اصطلاح رسانه تحریریش به نظر من بچه‌هاش گلبازن، من نمیگم آقا، خودشو میگم، خبرهای قدیمیشو منتشر کردیم، اینم یه ویدیو جدید ازش بریم ببینیم، اجازه بدید. خیلی تابلو بودا، نمیدونستید اینا دست پرتابه. آقای دکتر شوقی، فکر میکنین که ماری جوانا در آینده علم پزشکی و تولید داروها چند جایگاهی داشته باشه؟ چون این روزها خیلی میشنویم از اینکه این دارو داره استفاده میشه برای کم کردن استرس یا مسائل دیگه، فکر میکنین در آینده بیشتر بشنویم از گیاه ماری جوانا؟ ببینید، در حال حاضر ماری جوانا بعضی از مشتقاتش FDA اپروف شدن، یعنی مورد تایید سازمان. آقا این 7-8 پستیه که در رابطه با ماری جوانا میذارن، اینا البته از رو پدر سوخته بازیشون ها، میخوان مصرف مواد رو نرمالیزه کنن برای ایرانی ها، جوانای ایرانی برن به سمت این مواد، گرفتار بشن، نتونن فردا پیشرفت کنن، هزار تا مشکل برای خانواده ها پیش بیاد، معتاد بشن، گرفتار بشن و بقیه ماجرا. اینا از رو پدر سوخته بازیشون ها، ولی خب خودشون هم میخوان به هر حال مصرفشون رو موجه کنن دیگه. بریم سراغ کاربر بعدی که نوشته در حالی که انگلیس بیشتر از 500 فوتی، آمریکا 400، آلمان 360 و فرانسه بیشتر از 200 فوتی کرونا داشتن، آمار ما عقب مانده های جهان سومی هر روز کمتر میشه و به 19 فوتی رسیده. 19، اونا چقدر بود؟ 500، 400. همه پیشرفت ها مال اوناس هستن. لامصب چیکار میکنید؟ شما که واکسن خوشگل و نایس هم میزنید، چرا انقدر کشته؟ مدارستون هم که بازه. بریم سراغ کاربر بعدی. 19 تا خوبه واسه ما، بد نیست، راضی هم. یعنی 19 تا مثلا تو تهران میشه آمارش 2 تا 3 تا، شهرهای دیگه اصلا یکی، فلان شهر هیچی. کاربر بعدی نوشته که همین امروز 4 انفجار تروریستی در افغانستان رخ داده که در جدیدترین آنها نمازگزاران بزرگترین مسجد شیعه مزار شریف مورد هدف قرار گرفتن و ده ها تن به خاک و خون کشیده شدند. اما دنیا هنوز برای فرزند به دنیا نیامده رونالدو عزادار. یه واقعیته واقعا، افغانستان تسلیت میگیم بهشون. اونجا تو مسجد سدوکان 40 نمازگزار شیعه فقط کشته شدن. آقا جریان چیه که اینا از اون نفر اول این مذهب و باهاش مشکل دارن، 30 بدترین بلاها رو سرش میارن تا اینکه آخر سرم توی محراب نماز شهیدش میکنن، تا بقیه افرادی که الان بعد از گذشته 1400 سال با پیروهاش مشکل دارن، کسایی که 10-12-13-14% بیشتر از مسلمان ها رو تشکیل نمیدن جمعیت شیعه، چیه؟ چی کار دارن میکنن؟ چی و اینا فهمیدن که دارن اینجوری از اینا میکشن؟ قطعا فهمیدن که آینده دنیا رو قراره همین تعداد تغییر بدن و واقعا
اتفاق غم انگیزی بود. بریم سراغ خبر بعدی که کاربر نوشته که خب علارغم همراهی ظاهری اروپا با آمریکا در تحریم روسیه، یک پایگاه خبری فاش کرد اروپایی‌ها یواشکی نفت روسیه را می‌خرند و به بدن رنجور اقتصادشان می‌زنند. روش خرید نفت روسیه هم آشناست. دریافت از کشتی‌های ناشناس در وسط دریاها. بدبخت آمریکایی که دلش را به اروپا خوش کرده. ای ایران الگوی روسیه، ای خاکت سرچشمه هنر دور زدن تحریم ها. زیبا نگفتم خداییش؟ واقعا همینه، این واقعیتی که الان ما حالا بغیر از این که سلاح داریم میفروشیم به بر بچه های روسیه و پولیشو میگیریم، اینا میگن تحریمه و نمیدونم مستعمره روسیه شدیم و فروختیم به روسیه و این حرفا، الان داریم مشاوره میدیم که پوتین جان اینجوری دور میزنن تحریم ها رو، نفت و فلان چیز میکنی، نفتکش میکنی از این منطقه نفت رو به هر حال رد میکنی و سایر اتفاقای دیگه‌ای که میفته. بریم در انتها یه ویدیو خیلی تاثیرگذار با هم دیگه ببینیم و لذت ببریم. اینم دگرگون کرد منو، اینم واقعا به شیوه خودش خیلی. اجازه بدید، از کیه؟ از شادمهر. ببینید هر چقدر که میگه که هر چقدرم که بیرون از ایران باشیم، هر چقدرم که بیرون از ایران باشیم، بالاخره ریشمون اونوریه، چیکارش کنم؟ نمیتونیم ازش در بریم. بالاخره ریشمون اونوریه، نمیتونیم ازش در بریم. چرا صدام شبیه داریوش شده؟ میگه اگه بخواییم، این که اگه بخوایم اداشو در بیاری، اداشو در بیاری، باید اصلا کلن فارسی حرف نزنیم. میتونی؟ باید اصلا کلن فارسی حرف نزنیم. میتونی؟ نمیشه که جب کن بابا، تو هم واسه با جهیدن یاد گرفتن همه، اون یکی میره دم ایران ایر میره چیز میکنیم یعنی ایران. اینا هم به هر حال برای بچه ها فالوئر میخوان دیگه، مخصوصا شادمرا خوشحالی نداره شادمر میاد این کار میکنه. چه سایت بتی داره شادمر؟ برای صفحه اینستاگرام سایت بتش نمیدونید چه سنگ تمومی گذاشته که چی بشه؟ همزبوناش، هموطنهای ایرانیش که بیان اونجا پول ببازن، پولاشونو بریزن تو جیب کی؟ شادی. هر حال خرج داره اون، من زندگی درد سر داره، هر روز شاردش باید یه دونه کوربت بخره، یه دونه مرسیلگو بخره، یه دونه بنتلی اضافه کنه به ست ماشینهاش. به هر حال یه ساشا صبحانی درونی داره دیگه، یه پویان مختاری درونی داره شادمه. اینجا نگاش نکن، ایران خوشحالی داره، ای ایران میزنه، این اون میمونه که اون سرباز اوکراینی بعد اینکه روسیه بهشون حمله کرده بود اومده فارسی صحبت میکرد که چی؟ میخواست مثلا از ایران برن اونجا دفاع کنن از برای بچه های زلنسکی و این حرفا. این این میمونه، گول این حرفا رو نباید بخوریم، گول این ادوسلا و اینا و این که نمیدونم امید میاد میگه میخوام چیز میکنم بیام به ایران. اینم ویدیوهاشون وایرال میشه، یاد گرفتن دیگه، دکون باز کردن که مثلا این اونا سرگن دیگه. الان فارسی حرف زدن خارجی ما رو خوشحال نمیکنه، ما یه ذره اومدیم بالا و بازی ها رو یه ذره یاد گرفتیم. خیلی ممنونم که ما رو نگاه کردید این شبا. به هر حال من هم التماس دعا دارم اگر تونستید و حتما یاد من بیفتید، هممون احتیاج داریم، منم اگه ما کی باشیم البته، ولی خب دعاتون میکنم، شما هم حتما منو دعا کنید، اسم بیارید،
دمتون گرم که به یادم هستید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید همتون رو. تا یه توییت ریاکشن دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون با انرژی.